سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. در برنامه این هفته نگاهی میندازیم به هنر روسیه بعد از انقلاب در این کشور و اینکه چطور هنرمندا طرح‌های نو برای جهانی نو خلق کردند و به دنبال تعریف جدیدی برای نقش اجتماعی هنر گشتند. در بخش دوم برنامه عباس امینی مستندساز ایرانی در مورد اولین فیلم بلند داستانیش یعنی والدراما صحبت می‌کنه. اسم چیه؟ والدراما. والدراما؟ این چی؟ این اسم کجاییه؟ کلمبیاییه. کارلوس والدراما. من برنامه این هفته رو در نمایشگاه اجرا می‌کنم با عنوان رؤیابینان در بیداری. نمایشگاه مفصلی که آثار 50 هنرمند زن در اون به نمایش در اومده. این آثار یا سورئالیستی‌اند یا به نوعی تحت تاثیر این مکتبند. نمایشگاه گردان این مجموعه میگه زنان در آثار سورئالیستا همیشه موضوع بودند، موضوع تخیل یا موضوع میل مردانه. اما در این نمایشگاه زنها نه موضوع که خالق اثرند و جهان تخیلات و امیال خودشون رو به تصویر میکشن. از جهان ناخودآگاه عالم سورئالیستی سری بزنیم به جهان انقلابی هنرمندان آوانگارد روسی. انقلاب سال 1917 روسیه نه فقط روسیه که کل دنیا رو تکون داد. این انقلاب بنیانهای جامعه روسیه و به دنبال اون دنیای هنر این کشور رو متحول کرد. دوره ای از شکوفایی و خلاقیت هنری در روسیه آغاز شد که متاسفانه دیری نپایید و با سرکوب‌های استالینی در سال 1932 میلادی به محاق فرو رفت. امسال به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب 1917 نمایشگاهی در رویال آکادمی لندن برپا بود که به هنر شکوفای این دوره می پرداخت. وقتی بولشویک‌ها در سال 1917 میلادی در روسیه به قدرت رسیدند، فلسفه سیاسی روشنی داشتند، اما ایده مشخصی درباره هنر نداشتند. هنوز معلوم نبود هنر در حکومت سوسیالیستی باید چه نقشی داشته باشه یا چطور میتونه به ساخت جامعه نو کمک کنه. ایده می‌خواستند یا هنر فولکلور رو ادامه بدن یا سنت هنر قدیم رو. اما رادیکال‌ترین هنرمندا اصرار داشتند که دولت جدید کارگرا نیازمند فرهنگ جدید خاص خودشه. اغلب هنرمندان آوانگارد یا پیشرو از ایده کمونیسم استقبال کردند. این ایده بود که کازیمیر مالویچ، هنرمند روس، اون رو به طوفانی تشبیه کرد که نظم کهن رو به کلی زیر و رو کرده. به خاطر داشته باشین که در سال 1913 رومانوف‌ها 300مین سال سلطه‌شون رو جشن گرفتن. بعد ناگهان در عرض چند سال همشون رفته بودن. هیچ کس باور نمی‌کرد. هیچ کس فکر نمی‌کرد همچین چیزی ممکن باشه. یک دفعه همه با امکانات وسیعی مواجه شدن، به خصوص هنرمندان آوانگارد. هنرمندایی که در دوره حکومت سابق فعالیت کرده بودند یا کشور رو ترک کردند یا نخواستند با بولشویک‌ها همکاری کنند. خلأ حاصل عرصه بازی در اختیار هنرمندای آوانگارد گذاشت. عرصه‌ای برای ابداع سبک‌های نو و مهمتر از اون برای تعریف دوباره نقش اجتماعی هنر. هنرمندان مدارس هنری رو اصلاح کردند یا تغییر دادن، مجله و موزه و گالری را انداختن، آثار هنری جمع‌آوری کردند و این آثار رو به سرتاسر روسیه فرستادن. کسانی رو فرستادن که در نقاط دورافتاده کشور موزه های محلی درست کنن، اون هم در جاهایی که تا به حال موزه نداشتن. ایده فوق‌العاده‌شون دموکراتیزه کردن هنر بود، هنری که نه مال نخبگان که مال همه باشه، تا همه بتونن از هنر لذت ببرن. امروزه وقتی اسم آوانگارد های انقلابی روس به میون میاد، اون چیزی که بیشتر مطرح میشه
تکنیک‌های بصری چشمگیرشونه. تکنیک‌هایی که طراحی مدرن عمیقاً تحت تاثیرشه. اما ما در این برنامه نه به این مسئله که به وظایف سیاسی اجتماعی جدیدی می‌پردازیم که هنر وقتی برای یک مدت کوتاه قدرت به دست کارگر افتاد بر عهده گرفت. روسیه در سال 1917 دو انقلاب به خودش دید. اولی در ماه فوریه بود که به برافتادن تزار و پایان حکومت تکسالارانه اون منجر شد. انقلاب دوم در ماه اکتبر به رهبری حزب بلشویک برپا شد و قدرت رو به شبکه‌ای از شوراهای دموکراتیک کارگری منتقل کرد. دولت جدید به سرعت تحت فشار قرار گرفت، چون برای مقابله با اون اشراف قدیم ارتش فراهم کردند و قدرت‌های خارجی به روسیه نیرو فرستادند. لنین رهبر بلشویک‌ها سریعاً برای نشر ایده‌ها و جلب حمایت مردمی به هنر متوسل شد. او برای طراحی پوستر و تزیین زنجیره قطارها، اتومبیل‌ها، اتوبوس‌ها و قایق‌هایی که برای تبلیغ به سراسر کشور سفر می‌کردند، هنرمندان رو به کار گرفت. لنین به اهمیت تبلیغات پی برده بود و استاد این کار شده بود. یکی از ژنرال‌های ارتش سفید گفته که اگر ارتش سفید به خوبی بلشویک‌ها از تبلیغات استفاده کرده بود، شانس پیروزیش بیشتر بود. بلشویک‌ها جشنواره‌های عظیم و رخدادهای نمایشی ترتیب می‌دادند و به جای مراسم رسمی باشکوه رایج در نظام قدیم، نمایش‌هایی با شرکت خود مردم برپا می‌کردند. بلشویک‌ها از طریق این جشنواره‌ها مردم را جذب می‌کردند. جشنواره‌ها باعث می‌شد مردم فکر کنند متعلق به یک جریان و بخشی از یک آزمون بزرگند. یک مثالش بازسازی حمله تاریخی به کاخ زمستانی. با اینکه می‌دونیم که یک بریگارد کوچک در حقیقت کاخ رو تصرف کرده، در بازسازی نمایشی این واقعه چند هزار نفر نقش بازی می‌کردند. برای این جشنواره‌های انقلابی، اونها ظاهر بناها رو تغییر می‌دادن. پوسترهای عظیم فوق‌العاده‌ای داشتن و جالبه که در اولین سالگرد انقلاب، برای پوشوندن کامل سن پترزبورگ که در اون زمان پتروگراد نامیده می‌شد، مقدار متنابهی رنگ و پارچه مصرف شد و طرح‌هایی به کار رفت که نشون می‌داد نظام جدیدی در حال شکل‌گیریه. کارگران راهپیمایی می‌کردند و شعارهای نظیر این سر می‌دادند که اون که آخر بوده حالا اوله، یا اگر کار نکنی نداری که بخوری. اینها بخش اساسی از تلاش‌های بلشویک‌ها برای خلق رسم و آیینی نو در روسیه است. مثلا رونمایی از یادمان‌های تبلیغاتی رو یکشنبه‌ها انجام می‌دادند تا بدیلی در برابر مراسم یکشنبه کلیسا باشه. این کارها تأثیر مهمی در میان هنرمندان داشت. باعث می‌شد احساس کنند انتقال پیام انقلاب به عهده اونهاست. باعث می‌شد احساس کنند بله، اونها می‌تونن واقعیت رو دگرگون کنن. در دهه 1920 میلادی رادیکال‌ترین هنرمندا گروهی بودند با عنوان کانستراکتیویستا یا ساختارگراها که تأکیدشون بر مفید بودن هنر سوسیالیستی بود. بیشتر ساختارگراها که نقاشان آثاری انتزاعی بودند به ساخت ماکت رو آوردند، اما نه برای تأمل بر وجوه زیبا شناختی کار، بلکه برای کمک به حل مسائل فنی در رشته‌های معماری، طراحی و مهندسی. با این حال، ساختارگراها هرگز فنی کار صرف نبودند و دغدغه ماهیت اجتماعی تولید را هم داشتند. الکسی گن برنامه‌ای برای گروه ساختارگرایان نوشت که در اول آوریل 1921 پذیرفته شد. گن در کتابش درباره این حرف میزنه که چطور بناهای معماری و اشیا هر دو طبقه تولید کنندگانشون رو نشون میدن.
او میگه در یک جامعه کمونیستی خانه‌های اربابی عظیم نباید وجود داشته باشند و بلوک‌های آپارتمانی باید جایگزین بشن و همه باید سبک زندگی درخور خودشون رو داشته باشن. او می‌نویسه طرح شهر بورژوایی، طرح مبلمان بورژوایی و غیره منافع تبلیغاتی و سبک زندگی اون طبقه رو منعکس می‌کنه و خوبه که ساختارگرایان برای خلق طرح‌های اینو مشارکت کنن. تمرکز بر سیاست‌های اجرایی این طرح‌ها مهم بود، چون دیگه در سال 1920 فشارهای جنگ و توسعه نیافتگی اقتصادی به نابودی دموکراسی کارگری منجر شده بود و کنترل امور صنایع به متخصصای رشته‌های مختلف واگذار شده بود. ساختارگراها در برابر این تغییر ایستادند. اونها خلاقیت و آگاهی اجتماعی رو وارد روند طراحی کردند. اقتدار بالادستی‌ها رو در روند تولید نپذیرفتند و در برابر اون رویکردی باز و پرسشگر رو پیشنهاد دادند. یکی از هنرمندانی که در این مسیر دغدغه‌های مشابه داشت، لیسیتسکی بود. مجموعه از آثار لیسیتسکی که به پرون معروفه، شبیه نقشه‌های معماریه. با این تفاوت که این آثار برخلاف نقشه مبهمند و مخاطب رو تشویق می‌کنن نیروی تخیلش رو به کار بندازه. کار لیسیتسکی تجسد روحیه دموکراتیک انقلاب بود و از بیننده دعوت می‌کرد در تجسم جهانی نو مشارکت کنید. در سال 1924 جوزف استالین جانشین لنین شد. در بستر مرگ لنین نامه‌ای نوشت و در مورد خطرات به قدرت رسیدن استالین هشدار داد. اما نامه از عموم پنهان شد و استالین به قدرت رسید. در دهه 1930 استالین تمام مخالفان را سرکوب کرد و منتقدانش رو یا به قتل رسوند یا زندانی کرد. هنر آوانگارد رو هم ممنوع کرد و رئالیسم سوسیالیستی به تنها سبک رسمی اتحاد جماهیر شوروی بدل شد. سال 1932 استالین همه سازمان‌های فرهنگی هنری مستقل رو منحل کرد و به این ترتیب تولید فرهنگی رو در دست خودش گرفت. اما این در واقع نقطه اوج یک روند کلی بود که از قبل شروع شده بود. در اوایل دهه 1920 وقتی دوباره سر و کله هنرمندان مدارس هنری رسمی در مسکو پیدا شد، دولت شروع کرد به حمایت از هنر رئالیستی. این نقاشان شروع به نمایش مجدد آثارشون کرده بودند. سازمانی هم تأسیس کرده بودند و با مقامات هم درباره نام سازمانشون مشورت کرده بودند. در طول دهه 20 این هنرمندان به آوانگاردها حمله می‌کردند و دولت هم ازشون حمایت می‌کرد. دولت مضامین نمایشگاه‌ها و موضوع نقاشی‌هاشون رو تعیین می‌کرد و کارشون رو هم می‌خرید. رئالیسم سوسیالیستی به این معنا هنری با فرمی رئالیستی و محتوایی سوسیالیستی. اما ممکنه به نظر برسه که هنریه که مظاهری شبیه به عکس داره و این تصور درست نیست. سوسیالیستی بودن این هنر اشارش نه به آرمان‌ها بلکه به سیاست‌های دولت بود. بنابراین اگه هنرمند بودید و در زمانی زندگی می کردید که کشور گرفتار قحطی شد و در نقاطی از روسیه میلیون ها نفر جانشون رو از فرط گرسنگی از دست دادن، این واقعیت رو نقاشی نمی کردید. به جاش مزارع اشتراکی رو نشون می دادید. تصویر مزارعی که در اون همه چی هماهنگ و خوردنی فراوونه. در این تصویر مردم سیر، شکوهمند و خوشحالن و ماشینالات و تراکتور دارن، در حالی که واقعیت کاملا متفاوته. خارج از روسیه ساختارگرایی اغلب یه جور سبک مدرنیستی تلقی شده. کسی که به این تصور دامن زده نام گابوی مجسمه سازه که در جنبش ساختارگرایان روس نقش داشت. اما از زمانی که در سال 1922 روسیه را به مقصد آلمان ترک کرد، به ساخت اشیایی روی آورد که ظاهر کارهای ساختارگرایان را داشت، بدون اینکه به نقش اجتماعی یا کارکرد تکنیکی این آثار توجهی بکنه. ساختارگرایان رادیکالتر طراحی و سیاست را ترکیب کردند. مکتب هنر برای هنر را نفی کردند و نیروشون را بر انتقال اندیشه خلاق و انتقادی به قلب تولید صنعتی معطوف کردند. هدفشون نه صرفاً تغییر هنر که تغییر دنیا بود. هنر آوانگارد یا هنر پیشروی این دوره به یادمون میاره که انقلاب برای خیلی‌ها مسبب آغاز دوره‌ای از امکانات بی‌پایان بود. این احساس جدید رهایی رو گلایدر تک سرنشینی که ولادیمیر تاتلین طراحی کرده به بهترین وجه نشون میده.
گلایدر قرار بود وسیله‌ای باشه متعلق به تک تک افراد جامعه سوسیالیستی. قرار بود همه در حیاتشون یکی از این گلایدرهای ولادیمیر تاتلین داشته باشن تا پدال بزنن و به هوا برن. پس در پایان دهه 20 تاتلین داره درباره رهایی فرد فکر میکنه، رهایی فیزیکی و در عین حال سیاسی فرد. به نظرم این اون میراث ماندگار هنرمندان آوانگارد روسه، به خصوص در ارتباط با انقلاب. اونها از امکانات بالقوه و آرمانهای انقلاب استقبال کردند و به دنبال تحقق اون رفتن. شاید اونها به نتایجی که میخواستن نرسیدن و آرمانهاشون به اون صورتی که میخواستن تحقق پیدا نکرد. اما این آرمان‌ها باقی موندن. این جستجو و مکاشفه مدام، این جستجوی مدام چیزهای تازه، این پرسش مدام در مورد ماهیت آنچه که انجام شده و آنچه میشه که انجام بشه. به نظرم این میراث ماندگار آوانگاردهای روسه. والدراما عنوان اولین فیلم بلند داستانی عباس امینی مستندساز ایرانیه. فیلم داستان نوجوانی آبادانی که موهای مجعدش شبیه کارلوس والدراما فوتبالیست کلمبیاییه. فیلم والدراما در ماه‌های اخیر در جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره برلین شرکت کرده و جایزه بهترین فیلم رو هم از جشنواره ایرانی شهر پراگ گرفته. فیلم والدراما این تابستون در کادر سینماهای هنر تجربه در ایران به روی پرده رفته. تماشا با عباس امینی گفتگو کرده. خب بفرمایید بشینید. عکسو برای کجا می‌خواستید؟ سه‌شناسنامه. خیلی خوب. تکون نخورید. نگاهتون اینجا این قسمت. خوبه؟ تکون نخورید. نگاهتون اینجا. نخندید. جدی باشید. موام خوبه؟ آره موات خواهی گفتم تکون نخور دیگه. قصه فیلم در مورد یه پسر بچه 15 ساله است به اسم والدراما که به خاطر شباهتی که موهاش در واقع به اون بازیکن فوتبال کلمبیایی کارلوس والدراما داره تو آبادان صداش میکنن والدراما. والدراما شناسنامه نداره، هویت نداره و پدرش هم فوت کرده، تقریبا پشتیبانی هم نداره تو زندگیش و خودش مجبوره که خرج زندگیشو در بیاره و کار پیدا کنه. چون شناسنامه نداره هیچ جایی در واقع رسمی نمیتونه کار بکنه و مجبوره خورده کاری بکنه و در واقع خدماتی به آدما بده که خیلی خدماتی شایسته سن سالش نیست. تو یکی از این روزا برای والدراما یه حادثه رخ میده و مجبور میشه که آبادان رو ترک کنه و در واقع میادش تهران. والدراما وقتی میرسه تهران با یک شهر بزرگی مواجه میشه که همه چیز براش غریبه. همه چیز براش غریبه. شهر رو نمیشناسه، خیابونا رو نمیشناسه، آدما رو نمیشناسه، حتی صداها براش عوض شدن. و شروع یک زندگی جدید رو در کلان شهر در واقع آغاز میکنه. والدراما تو طول این زمانی که در واقع توی تهران داره زندگی میکنه و مدام مجبور برای در آوردن خرج زندگیش دست به هر راهی بزنه. هر راهی که در واقع سعی میکنه راهی درستی پول در بیاره و زندگی بکنه و ناخواسته اون بخشی از هویت گم شده خودش رو در اون آدمای دیگه پیدا میکنه.
ندارم خب رزا خود چه تا خب چی بهت گفتم خب چرا میزنی خب چرا میزنی صدا تو بیار پایین برو آقا چی میزنم یه سوال چی چرا جفته تو این ریختین نباید از شبیه تونست خیلی بهتر رنگ ماش تو ماتو چی رنگ میکنی ماما رنگ نمیکنم که چون فراش زیاده رنگ بزنم میسوزه حنا میزنم قشنگتر در بیاد مام بزرگ من حنا میزنم اگه پیره زنی نگاه کن اینم پیرنه پیرنه اینه؟ آه این داده بهت؟ نه بابا عده به واسم بردن آه اما مامورا متو زدم پارش کرده نه باباشون درگیر شد دیگه من سالای زیادی رو به صورت داوطلب توی یک انجمنی به اسم انجمن حمایت از کودکان کار توی ایران فعالیت کردم و خب خیلی تجربیات عجیبی اونجا به دست آوردم بخشش خب خیلی شخصیان بخشش خیلی مثلا به لحاظ قصه نویسی به من کمک کرد توی سالا بزرگترین مشکلی که من داشتم این بود که هیچ‌وقت از این بچه‌ها رو نمیتونستم فیلم بسازم به شکل مستند نمیدونم چه تأثیری بعدن این فیلم مستند تو زندگی اینا میذاشت با ثبتشون از یه لحاظم ضرورت ثبت همچین موضوعی هر دقیقه آزارم میداد پس بهتر راه حلی که باش پیدا کردم که یه فیلم داستانی بسازم با حفظ فضای مستند اغلب لوکیشن‌ها واقعیه و تو همون محله‌هایی که در واقع بچه‌ها کار می‌کردن و زندگی می‌کردن فیلم کار شده انتخاب بازیگر خب طبیعتاً دنبال این می‌گشتم که بازیگر چهره استفاده نکنم که بیشتر باورپذیر باشه در واقع توی یه مؤسسه بازیگری توی آبادان حامد علی‌پور اومده بود برای اینکه ثبت نام بکنه اون روز برای که بازیگری رو شروع بکنه توی یکی از مؤسسات خصوصی توی اون شهر و ما اون رو دیدیم و انقدر حامد درک داشت با سن کمی که داشت 15 سالگی نسبت به کاری که داره انجام میده و انقدر زندگی ما بچه ها رو خوب میشناخت که ناخواسته خودش هم نه به خاطر در واقع فقر مالی نه به خاطر که دوست داشت و خودش علاقه داشت کار بکنه خیلی از اون کارها رو تجربه کرده بود و به این لحاظ خیلی ذهنیت خوبی داشت نسبت به کارکتر نه این 50 تومن نداره بده نداره چی کار کنم که نداره تو وکیل بس مردمی مگه چلم گفت فش بدن نه آقا جواب هم که نمیشه در دهن اون عدقه ببن یه همون چل دیگه جواب هم که خود میگی یه پرش بگی 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 هفته 5 میتونی بدی؟ ها. خودت هم اینجای دیگه. آره. بیا. برین اتاق هست دیگه. برن تو؟ برو. ما تو ایران انقدر موضوعات در واقع اجتماعی پیچیده‌ای داریم که همیشه به خاطر یه سری نگرانی‌ها که بخشش خود تماشاگران یه بخشش نوع نظارتیه که میشه همیشه فکر می‌کنیم نباید سراغ این موضوع بریم. در صورتی اگه سراغ این موضوع رفته بشه و ساخته بشه، به شدت کمک می‌کنه که حل بکنه، حل بشه موضوع. حداقل تجربه‌ای که خود من کردم، این فیلمو در واقع تونستم به مسئولین وزارت کار نشون بدم و خب این انگیزه به وجود اومد که خب یه کارگروهی تشکیل بشه برای شناسایی در واقع بچه‌ی بی‌شناسنامه. خب تا قبل از این فیلم ساخته بشه این موضوع که وجود داشته و سال‌ها گزارش‌های مختلف از این جور مختلف می‌دادن. ولی خب طبیعتاً فیلم یک تأثیر دیگه میذاره نه فقط به خاطر مسئولین به خاطر خود مردم ما خیلی مردم ما هنوز واژه کودک کار رو نمیدونن یا نمیشناسن یا نوع برخورد که با این بچه ها رو نمیدونن با چی کار بکنن هنوز این موقعی تصور میکنن که اینا یک باندی هستن که یک نفری داره اینا رو میفرسته و برای اینا کار کنن و پول بیارن با اغلب مردم که حرف میزنی ذهنیت در واقع این شکلیه اما اینقدر اکران ها محدودن و شکل به خاطر ببین ما فیلمایی که کار میکنیم فیلمای مستقله به معنای واقعی مستقل یعنی کاملا از هزینه شخصی بعد هزینه شخصی نیست که یک پولی در حساب وجود داره نه پولهایی که با تو زندگی روزمره خرج بشه اینا خرج نمیشه جمع‌آوری میشه باش فیلم تولید میشه خب طبیعتا برگشت این سرمایه خیلی مهمه به خاطری که این چرخه زنده بمونه وقتی اکران در واقع تو گروه هنر تجربه خب اکران تکسانس هایی در میگم این خیلی فرصت خوبیه هنر تجربه واقعا خوشحالم که حداقل خیلی از فیلم‌ها داره اکران میشه از جمله فیلم خود من
اما اینقدر سانسا کمه و اینقدر تبلیغات کمه که تو نمیاد، تماشاگر نمیاد، تماشاگر نمیتونه بیاد ببینه. و سلیقه تماشاگر ایرانی هم اینه که خب طبیعتاً دلش میخواد بره ببینه ساعتهایی بخنده، یه فیلمایی که دوست دنبال سینمای سرگرمیه. و اینو سینما یکم زمان بره تا مخاطب خودش پیدا بکنه، که امیدوارم یک شرایطی ایجاد بشه یکم در واقع آدما بتونن توجهشون جلب بشه و بیان فیلمو ببینن. جرام زیر 3 دقیقه شد، مو یک قرار نبت نمیدونم. نه خیالت راحت، جر نزنی ها، تقلب بکنی دهنتو سرویس. چراغ خاموش کن، چراغ خاموش کن. والدرام بلند شو بایستا، بلند شو بایستا، بیا که دیم نور. آه آه تا بدون آهنگ، آهنگم الان میذارم، برو. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونین روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینین. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه‌های قبلی ما رو ببینین، به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.